آیا ممکنه تشخیص هوش مصنوعی بهتر از پزشک باشه؟ آیا میشه با تلفن یه گوشکوب ساخت؟ و آیا این ربات میتونه از روی این بپره؟ اخیراً نظام خدمات درمانی ملی بریتانیا NHS 70 ساله شد. یکی از مهمترین چالش‌های این نظام همراه شدن با تحولات فناوری جدیده. موضوع اینه که جمعیت بریتانیا رو به افزایشه و طول عمر مردم بیشتر شده. طبعاً سالمندان نیاز درمانی بیشتری دارن. در نتیجه نظام درمانی بریتانیا کمبود تخت بیمارستانی و درمان‌های تخصصی داره و همینطور کمبود پزشک و پرستار. حالا تصور کن که وضعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته چطوره؟ کشورهایی که به اندازه بریتانیا پول ندارن و تازه بخشی از نیروی متخصصشون مهاجرت کردن به کشورهای ثروتمندتر. یکی از چیزهایی که میتونه به رفع این مشکلات کمک کنه هوش مصنوعیه. مثلا برنامه واتسون شرکت IBM که مدام در مورد سرطان بهش داده وارد میکنند ممکنه یک روز در تشخیص سرطان از آدم‌ها بهتر بشه، ضمن اینکه میتونه به مراتب ارزان‌تر تموم بشه. I am your virtual medical assistant. یا یک نمونه ساده تر اپلیکیشنی مثل سنسیلی که بر مبنای نشانه هایی که ما بهش میگیم تشخیص اولیه رو با هوش مصنوعی میده. به عبارت دیگه بخشی از کار یک پزشک عمومی رو انجام میده. خیلی ها معتقدن که اینجور چیزا نمیتونن جای پزشک واقعی رو بگیرن و برعکس، برخی هم معتقدن که هوش مصنوعی بهتر از پزشک عمل میکنه. گزارش جن کوپستک رو ببینید. هوش مصنوعی میتونه رو زندگی همه ما به شکل‌هایی که فکرش هم نمی‌کردیم اثر بذاره. و شاید هیچ جا اثرش به اندازه بخش درمان مهم نباشه، چرا که ممکنه در تصمیمی که ماشین میگیره پای مرگ و زندگی وسط باشه. سلام الکسا، با بابیلون کار داشتم. Hello Louise, how can I help you? یکی دو هفته پیش شرکت خدمات درمانی بابیلون ادعا کرد نرم افزار هوش مصنوعیش بیماری رو بهتر از میانگین پزشک‌ها تشخیص میده. I think I might know what's been causing your symptoms. It is most likely to be Meniere's disease. این مسکن رو بخور. شرکت بابیلون یه محصول دیگه هم تولید کرده به اسم GP at Hand که با همکاری نظام درمانی بریتانیا خدمات درمانی رو از راه دور ارائه میکنه. ولی تو این محصول تنها کار هوش مصنوعی اینه که با یه الگوریتم نشانه های بیماری شما رو چک میکنه. یعنی در نهایت تشخیص بیماری با پزشکه. اما حالا بابیلون به جای رسیده که در امتحان جامعه پزشکی معدلش بهتر از یه دانشجوی پزشکی متوسط میشه. اون چیزی که برای ما بسیار جالب بود تنها این نبود که هوش مصنوعی به دقت دکترها بود، بلکه وقتی که یک چیزی رو قبلا دیده بود دقتش به 98% رسید. هوش مصنوعی وقتی که یک چیزی رو قبلا دیده و یاد گرفته هیچ وقت فراموش نمیکنه. ناگفته پیداست که چنین چیزی چقدر میتونه به درد کسانی که به خدمات درمانی دسترسی ندارن بخوره. بابیلون از سال 2016 در رواندا در قلب آفریقا خدمات درمانی ارائه میده. در حالی که کلن 11% جمعیت دنیا در مرکز و جنوب قاره آفریقا زندگی میکنن، 1/4 کل بیماری های دنیا مربوط به این منطقه است و تنها 3% نیروی متخصص درمانی جهان اینجا زندگی میکنن. رواندا به طور مشخص نظام درمانی اسفباری داره، عمدتاً به خاطر فجایع و جنایت‌هایی که در قرن اخیر در این سرزمین رخ داده. فقط در یک نمونه نسل‌کشی سال 1994 بیش از 800 هزار نفر در عرض 100 روز کشته شدند. بیش از 250 هزار نفر از کسانی که اطراف پایتخت کشته شدند اینجا دفن شدند. میشه گفت کسی در رواندا نیست که از نسل‌کشی آسیب ندیده باشه. اون جنایت بخش بزرگی از نیروی انسانی رو از بین برد. وقتی نسل کشی تموم شد، کلن 198 آدم متخصص در حوزه درمان باقی مونده بودن برای یک جمعیت 6 میلیونی. حتی تصور اینکه یه جامعه بعد از چنین فاجعه‌ای بخواد روی پاش بیسته دشواره. با این حال این روزها رواندا یکی از نمونه‌های موفق اقتصادی در قاره آفریقاست. رئیس جمهور رواندا پل کاگامه از شرکت‌های فناوری دعوت کرده طرح‌هاشون رو اینجا آزمایش کنن.
اول پهپاد و حالا هوش مصنوعی. همراه وزیر بهداشت رواندا رفتیم دفتر بابلون که اینجا بهش میگن بابل. وزیر بهداشت اومده ببینه هوش مصنوعی که حرفش رو میزنن چطور کار میکنه. بابلون حدود 2 میلیون کاربر در رواندا داره و هزاران نفر تا حالا از خدماتش استفاده کردن. بابل هم از همون چتباتی که در بریتانیا استفاده میشه استفاده میکنه، ولی بعضی چیزاش فرق داره. اینجا بیشتر مردم تلفن هوشمند ندارن، به همین خاطر یه پرستار پای تلفن از روی متنی که هوش مصنوعی مینویسه میخونه. الو، مرامته. مرکز زمری بابا هلت. این نرم افزار نشانه های بیماری رو پیدا میکنه و بعد بیمار رو به پزشک ارجاع میده. صف ویزیت پزشک در رواندا طولانیه و راهها هم اغلب طولانیه. با این اپلیکیشن بیمار کلی وقت صرف جویی میکنه. بیماری مثل پاسیفیک بعد از 10 دقیقه حرف زدن با چتبات از طریق پرستار نسخش رو گرفته بود. کار خیلی راحتی شده. نصف کار از توی خونه انجام میدی و تا میرسی درمونگا میبیننت. بابل سعی کرده به شیوه های مختلف آگاهی رسانی کنه. مثلا اطراف بازارچه ها برنامه میذارن. یا توی خیابون ها با مردم صحبت میکنن. خیلی ها رو دیدم که ثبت نام کرده بودن. قبلا ثبت نام کرده بود. بعضی ها وقت دکتر هم گرفته بودن. خیلی خوبه. قبلا میشد که تاکسی میگرفتی 6000 فرانک رواندا میدادی میرفتی بیمارستان میرسیدی میگفتن دکتر نیست. و البته خیلی ها به یه دلیل ساده همچنان از این خدمات محرومن. من تلفن ندارم. یکی از خواسته های دولت رواندا اینه که داده های مختص رواندا بیشتر به نرم افزار داده بشه. برنامه که بابل داره اینجا آزمایش میکنه برای نظام درمانی بریتانیا طراحی شده. طبعا مشکلات سلامت عمومی در بریتانیا و رواندا فرق میکنه. مثلا این نرم افزار هیچ سوالی در مورد مالاریا نداشت. نرم افزار قطعا باید بومی بشه. داریم تلاش میکنیم بخش هایی اضافه کنیم که هوش مصنوعی بیماری هایی رو که تا حالا چندان باهاشون سر و کار نداشته هم بشناسه. مثلا سل، ایدز، سلامت مادر و فرزند و خلاصه چیزایی که در محیط ما مهمه. و اما اخیرا در بریتانیا بابلون نتایج عملکرد چتباتش رو در امتحان های پزشکی اعلام کرده. مسئول‌های بابلون میگن نرم افزارشون اولین بار که امتحان داده 81% گرفته، در حالی که میانگین آدم‌هایی که در 5 سال گذشته همین امتحان رو دادن 72 بوده. ولی بعضی پزشک‌های برجسته نظر مثبتی به این گزارش و خصوصاً زمان نشرش ندارن. اگر من بودم و تحقیقی کرده بودم، پیش از اینکه در یک فرایند علمی نتایج رو بسنجم اعلام عمومی نمی کردم. برای اینکه دلم می خواد اول مطمئن بشم تحقیق و نتایجش قابل دفاع و محکمه و همکارام هم تاییدش می کنن. فکر نمی کنم در این گزارش به خصوص این موارد رعایت شده باشه. این البته بحثی است که هرچه نقش هوش مصنوعی در زندگیمون بیشتر بشه بیشتر خواهیم شنید. اگر قرار فناوری وارد رویه های معمول خدمات درمانی بشه باید از راه هایی باشه که از همه نظر سنجیده شده و ازش مطمئن باشیم. این هفته کمیسیون اروپایی گوگل رو به خاطر تقویت غیرقانونی انحصارش در موتورهای جستجو 3 میلیارد پوند جریمه کرد و جف بزوس عنوان ثروتمندترین مرد دنیا را از آن خودش کرد. ثروت بنیانگذار آمازون 113 میلیارد پوند برآورد شد. و پس از گزارش رشد کم مشترکان نتفلیکس، قیمت سهام این شرکت بیش از 14% افت پیدا کرد. همچنین در این هفته پس از توهین ایلان ماسک به یکی از ناجیان بریتانیایی فوتبالیست‌های جوان تایلندی و مربیشون، سهام تسلا سقوط کرد. این میلیاردر از دست آقای برن آنزورث بسیار عصبانی شده بود، چون به زیردرگی ماسک که ازش برای عملیات نجات استفاده نشد گفت شیرینکاری روابط عمومی. بعدن هم ماسک از آنزورث برای اینکه بهش توی توییتر گفته بود کودک آزار عذرخواهی کرد. مارک زاکربرگ صاحب فیسبوک به شکل بحث برانگیزی از حقوق کاربرانش از جمله انکار کنندگان هولوکاست برای آزادی بیان در این شبکه اجتماعی دفاع کرد. زاکربرگ در مصاحبه‌ای که این هفته انجام شد گفت که با اینکه انکار هولوکاست واقعا توهین‌آمیزه، اما فکر نمی‌کنه به خاطر اینکه مردم ممکنه اطلاعات اشتباهی دریافت کنند فیسبوک باید چنین محتوایی رو محو کنه.
و سواحل شمالی و دورافتادی اسکاتلند اولین مکان برای دریافت اسپیس پورت خواهد بود. آژانس فضای بریتانیا 2.5 میلیون پوند سرمایه گذاری در این کار رو بر عهده گرفته تا آماده راه اندازی یک راکت کوچیک در 4 سال آینده باشند. و در آخر، آیا شما با گیاهانتون صحبت میکنید؟ آیا میخواید اونا رو برای پیاده روی ببرید بیرون اما وقتش رو ندارید؟ پس میتونید از هگزا ربات استفاده کنید. این محصول راههای جالبی رو برای مراقبت از گیاهان بهمون نشون میده. راههایی مثل بردنشون به یک نقطه آفتابی، هشدار این که به آب نیاز دارن و حتی رقصیدن برای وقتی که گیاه حالش خوشه. این شرکت امیدواره که یک روزی این ربات کوچولو بتونه از موجوداتی در کره مریخ نگهداری کنه. ماغ جنگل کابل ها در بوستون جانوری تکان می خورد. یک یوز پلنگ. که آماده شکار می شود. به تدریج ربات های متحرک شبیه این از آزمایشگاه های مختلف جهان میان بیرون. اما ویژگی مهم این ربات و امثالش این نیست که میتونن یک مسیر رو بدون کمک طی کنن، چون معمولا کنترل از راه دور دارن. ویژگی مهمشون اینه که میتونن موقع راه رفتن تعادلشون رو به خوبی آدم حفظ کنن، حتی روی ناهموارترین سطح‌ها. اما این کار چقدر سخته؟ خیلی سخته. ما حس نمی کنیم چقدر سخته، چون حرکت برامون خیلی آسونه، ولی عموما نمیدونیم که تعداد نورون هایی که حرکت عضلات رو کنترل میکنن 3-4 برابر نورون های بخش های جلویی مغزه. تازه دقت کنید که آدمیزاد حدود 700 عضله داره. ما اینجا داریم حرکت رو با 12 تا محرک شبیه سازی میکنیم و بازم خیلی سخته. اما این ربات ها کی واقعا کاربردی میشن؟ کجای کار هنوز میلنگه؟ به لحاظ جابجایی و حرکت کار تقریبا تمومه، یعنی راه رفتن، از پله بالا رفتن، پیچیدن. ولی قسمت سخت کار استفاده از دسته. مثلا همین ربات رو فرستادیم یک نیروگاه که تشعشع غیر عادی داشت. نمیدونستیم حسگر خراب شده یا واقعا رادیواکتیویته است. برای اینکه بره داخل باید یه در رو باز می‌کرد و باز کردن در اصلا کار آسونی نیست. کلا استفاده از دست سخته. این جاییه که کنترل خودکار به سادگی شکست می‌خوره. در نتیجه ما در این فکریم که مداخله انسانی و جابجایی تقریبا خودکار رو ترکیب کنیم. یعنی ربات خودش مسیر رو میره. وقتی رسید به در میگه ا اینجا دره، بعد آدم میره با ابزار لمسی بهش کمک میکنه در رو باز کنه. بعد که از در رد شد دیگه خودش راهش رو پیدا میکنه و سطح تشعشع رو اندازه میگیره و غیره. اونجا هم اگه لازم بود آدم از راه دور کار رو انجام میده و ربات در محل حرکات رو تقلید میکنه. اینجا نمونه ای از اون رو هم دارن. اگه ربات به چیزی بخوره یا چیزی رو لمس کنه، ضربه رو میشه اینجا زیر دست احساس کرد. از پروفسور کیم پرسیدیم ربات یوز پلنگشون در مقایسه با ربات بوستون داینامیکس که خیلی سر و صدا رو انداخته چطوره؟ خب، آزمایشگاه ما خیلی جدیدتره. تازه 6-7 سال شده راه افتاده. بنابراین نرم افزارمون هنوز کار داره، ولی سخت افزارمون بهتره. ما اولین جایی بودیم که از موتور برقی برای اینجور حرکات استفاده کردیم. بوستون داینامیکس عمدتاً از هیدرولیک استفاده میکنه که اصلاً بازدهی نداره. بعد از اینکه ما ربات هامون رو به بقیه نشون دادیم، خیلی ها رفتن سراغ مدل های برقی. نظر من اینه که در نهایت مدل های برقی هم ارزون تر تموم میشن، هم مطمئن تر و کاراترن، هم نگهداریشون راحت تره. ولی مدل های برقی ما هم با مدل های برقی که توی تولیدیا میبینین فرق داره. اون موتورها نمیتونن ضربه رو تحمل کنن، نمیتونن انرژی رو جذب کنن. ولی همونطور که میبینین ربات ما میپره، فرود میاد و ورجه ورجش خوبه. خوب که چه عرض کنم، عالیه. این حرکت رو تماشا کنید. لیز خورد، ولی مهم اینه که خودش رو جمع کرد و وایساد. من اگه اینجوری لیز بخورم احتمالاً دیگه پا نمیشم. یوز پلنگ MIT و نمونه های قبلیش حرکات عجیب و غریب زیادی دارن، ولی فراموش نباید کرد که همه اینها همچنان در محله آزمایشی و کامل نشدن. این
این روزا به هر طرف که نگاه میکنیم واقعیت افزوده میبینیم، اما چقدر مونده تا زمانی که بتونیم خودمون واقعیت افزوده درست کنیم؟ مریم کیانی رفته تتوی قضیه را درآورده. پروژه ایرو، ساخت شرکت ادوبی، کارش اینه که واقعیت افزوده رو همگانی کنه. این یه نمونه آزمایشیه. مثل خیلی دیگه از محصولهای ادوبی، اول قراره یه نمونه برای آدمهای حرفه‌ای تولید بشه. تصویر متحرکی که میخواین به واقعیت افزوده بدین، اول باید توی فتوشاپ درست بشه. بعد بره به ابزار دو بعدی و سه بعدی ادوبی به اسم دایمنشن. نتیجه نهایی به لحاظ کیفیت طوریه که سازنده ها امیدوارن از بیشتر نمونه های واقعیت افزوده موجود بهتر باشه. اما برنامه دراز مدتشون اینه که چیز ساده‌ای بسازن که برای عموم قابل استفاده باشه. هدف ساخت محصولیه که روی هر پلتفرم یا بستری کار کنه. میزنی روی گزینه رفتار، بهش میگی میخوای چی کار کنه. اما با این محصول جدید ادوبی، ماجرای واقعیت افزوده به کجا میکشه؟ به نظرم اینکه اپل چنین نیروی پشت AR کیت دو گذشته مهمترین موضوعه. فکر میکنم ورود ادوبی به این عرصه صرفاً عملگرایانه است. واقعیت افزوده داره کم کم تبدیل میشه به یه شیوه مهم انتقال محتوا و خب کل فلسفه ادوبی ساختن ابزاریه که تولید محتوا رو آسون کنه. بنابراین معقوله که وقتی این رسانه جدید پیدا شده، اونها هم بخوان دست به کار بشن و ابزاری بسازن که افراد بتونن باهاش برای اون رسانه محتوا تولید کنن. ولی اگه کسی هدفش صرفاً این باشه که با گوشیش یه چیز ساده توی واقعیت افزوده درست کنه، اپلیکیشنی هست که میتونه کارش رو را بندازه. اپلیکیشن کلون به ما این امکان رو میده تا از اشیاء مورد نظرمون نقشه سه‌بعدی تهیه بکنیم و بعد ازش خروجی‌های مختلف بگیریم. مثلا میتونیم ویدیو یا گیفش رو در شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک بذاریم، یا با دو سه تا کلیک واقعیت افزوده خودمون رو بسازیم و یا پرینت سه‌بعدیش رو سفارش بدیم بیاد در خونمون. برای شروع ما احتیاج به یه صفحه شطرنجی داریم تا شیمون رو در وسطش قرار بدیم. این صفحه از وبسایت کلون قابل دانلود هستش. البته اگه آیفون داشته باشین و سیستم عاملتونم به روز باشه، این صفحه رو لازم ندارین. من یک شی کاربردی که در لندن خیلی سخت گیر میاد و از نیما جان قرض گرفتم تا برای خودم پرینت سه‌بعدیش رو تهیه کنم. شی مورد نظر رو در مرکز این صفحه شطرنجی قرار میدیم و با اپلیکیشن کلون دورش میگردیم و اسکنش میکنیم. باید یه طور اسکنش کنیم که دونه دونه موزاییک های این گنبد پر بشن. این عمل یه مقدار حوصله میخواد. اسکنش بی نقص نیست، ولی با خود اپلیکیشن میشه ادیتش کرد یا با یه اسکن دوم از همون شی ترکیبش کرد که کار بهتر از آب در بیاد. خب نقشه سه‌بعدی ما آماده است. حالا به طور رایگان میتونم واقعیت افزوده خودم رو از شی مورد نظر بسازم یا باهاش یه گیف درست کنم. توسط یه اپ جانبی هم میتونم ازش چاپ سه‌بعدی سفارش بدم. توی این قسمت رنگ یا ماده سازندهش رو میتونم انتخاب کنم، از رزین و پلاستیک گرفته تا انواع فلزات مثل مس و طلا، که البته من به ارزون ترین رزین بسنده میکنم. ببینیم پرینت سه‌بعدی این چی عذاب در میاد. شاید وسوسه بشم بقیه وسایلی هم که لازم دارم همین جوری سفارش بدم. امیدوارم گوشکوب چاپ شده هم مثل گوشکوب اصلیه از پس کوبیدن نخود لوبیا بر بیاد. این از گزارش مریم. و حالا که صحبت از واقعیت افزوده است، یک گزارش هم ببینیم از مارک چسلک که رفته سراغ تأثیر این پدیده بر صنعت سینما. اول قرن بیستم مخاطب از دیدن چنین تصویرهای حیرت میکرد. فیلم جریانساز سفری به ماه ساخته جورج میلی است. از همون روزهای اول سینما این جلوه‌های بصری و حقوق‌های تصویری بود که بیننده رو جادو می‌کرد. این روزها کسانی که جلوه‌های بصری می‌کنن به لطف کامپیوتر ابزارهای زیادی در اختیار دارن که باهاشون میشه هر خیالی رو واقعی کرد. حتی در دنیای بازیگران مجازی و تصویرهای کامپیوتری، فیلمبرداری صحنه‌های شگفت انگیز با دوربین برای خیلی از کارگردان‌ها امتیاز بزرگیه و این دقیقاً همون کاریه که این فناوری امکانشو به کارگردان‌ها میده.
ایاروال یه چیزی رو جایگزین پس زمینه صحنه فیلمبرداری میکنه، شبیه یه تصویر سه‌بعدی که روی پس زمینه تابونده شده. ایاروال اینجوری کار میکنه که حرکت دوربین رو دنبال میکنه با یه وسیله واقعیت مجازی که حرکت دوربین رو با فرکانس 100 هرتز تشخیص میده و خودش رو با اون حرکت تطبیق میده که توهم پرسپکتیو ایجاد بشه، متناسب با پرسپکتیو در حال تغییر دوربین. در فیلم‌های قدیمی هالیوودی تصویر مورد نظرش رو مینداختن روی پرده پشت سر بازیگر که نهایتاً توی محیط قابل کنترل‌تر از دنیای واقعی فیلم بگیرن. اون مدل سنتی که اتفاقاً منم بچه بودم خیلی دوستش داشتم، چندین دهه استفاده میشد، ولی محدودیت‌هایی داشت. بعضی وقتها تصویر جوری بود که معلوم بود پس زمینه از بقیه اجزا جداست، ولی با ایاروال دوربین میتونه هر چقدر میخواد حرکت کنه، میتونه روی دست باشه اصلاً، یا هر طور که فیلمبردار دلش بخواد. این روزها خیلی از فیلم‌ها به همین منظور از پرده سبز یا آبی استفاده میکنن و تو بعضی از فیلم‌ها بعضی صحنه‌ها رو کلاً با پرده سبز یا آبی می‌گیرن و عناصر دیگه مثل دکور و بازیگرها رو بعداً با کامپیوتر اضافه می‌کنن. این مسئله دست عوامل تولید رو خیلی باز می‌ذاره. البته از نظر جلوه‌های تصویری. الان که جان کلود. البته تولید فیلم با جلوه‌های بصری با کیفیت خیلی بالا که توی فیلم‌های امروزی می‌بینیم خیلی گرون در میاد. مایکل پلیشیا خودش می‌خواست یه فیلم کوتاه بسازه با جلوه‌های بصری. مشکلش این بود که بودجش کفاف سلیقه‌اش رو نمی‌داد. می‌خواستیم فناوری رو طوری طراحی کنیم که بشه بازیگرا رو در حال حرکت واقعی فیلمبرداری کرد. یعنی مثلا بازیگر تو کوچه پس کوچه یا یه جای دیگه بدوه و فیلمبردار با دوربین دنبالش کنه، بدون اینکه حرکت دوربین از قبل طراحی شده باشه. در حالت عادی اگر بخوان همچین فیلمی بسازن، باید همه چیز رو با پرده سبز بگیرن و بعداً تصویرهای شهر رو بهش اضافه کنن. ولی پلشیا یه تیم از متخصصهای جلوه‌های ویژه و فناوری‌های دیگه جمع کرد و اینها با کمک فیلمسازها یه شیوه جدید ابدا کردن که فیلم چندین میلیون دلاری رو به مراتب ارزون‌تر می‌شد تموم کرد. توی روش مرسوم بازیگر یه جورهایی گرفتاره. مدام باید تصور کنه جای پرده سبز مثلا چی قراره باشه، ولی با این روشی که ما ابداع کردیم میشه صحنه ها رو همونجا مستقیم از دوربین انداخ رو پرده که بازیگرا ببینن دقیقاً تو چه فضایی دارن بازی میکنن. روزایی که پشت سر گذاشتیم مسابقات تنیس ویمبلدون هم بود و بعد نیست به همین مناسبت با تنی بات آشنا بشید. ایشون خودش توی زمین میچرخه و توپ‌های رو که این ور اون ور افتادن جمع میکنه. این ربات قرار نیست توی مسابقات استفاده بشه، حداقل فعلا. بیشتر برای اوناست که بازی بلد نیستند و هر چند دقیقه باید راکت رو رها کنند و را بیافتن توپ‌ها رو جمع کنند. روی خودش یک دوربین داره و یک همکارم لب تور داره تا بهتر اوضاع رو کنترل کنند. یه سبد هم داره که جدا میشه و اگه بخوای توپا رو با خودت ببری خونه به درد میخوره. میشینی توی ماشین، کولر رو میزنی و این توپ جمع کنه تفلکی هم پشت سرت راه میفته. تنها ایرادش اینه که هرکی ببینه میفهمه چقدر تنبلی. برنامه هفته کلیک هم اینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه در وبسایت ماست به نشونی bbcpersian.com/click. از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید این برنامه و برنامه پیشین رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick. من از همراهیتون تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.